بفرمایین. سلام خانم تو. سلام. حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ احوالتون چطوره؟ خوبی شما؟ مرسی، بفرمایید. درو بنده. بله، مرسی. بله. حالتون چطوره؟ همه چی خوب؟ قربان شما. بسیار عالی. آخش. خب چی شد که امروز اومدین؟ بله، غرض از مزاحمت خانم دکتر، بخشید من چند تا ماشاءالله تلفن دارین؟ بله دیگه، یه تلفن صرافیه، میگی تلفن برای ماشین و ایناست. خلاصه برای ماشین و اینجور چیزا بالاخره ما تلفن میزنیم، صرافی داریم، ماشین میفروشیم، این کارا رو میکنیم دیگه خانم دکتر. بس چند تا بیزنس دارین؟ بیزنس خیلی دارم. فهمم نمیدونم بیزنس کارت هم بهتون دادم یا نه. این بیزنس کارت صرافی رو بهتون بدم، بفرمایید. این بیزنس کارت صرافیه. بله. اینم بیزنس کارت شوروم ماشین دست دو، هر چی دست یکم خواستین پیدا میکنیم بالاخره. خب. بله، خلاصه اینطوری دیگه خانم دکتر. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب بفرمایید. بقرار از مزاحمت خانم دکتر، این بود که من الان یه چمای ریزش مو دارم. گفتم بیام خدمت شما این قضیه رو. شما ریزش رو چند ماه پیش، یعنی قبلا موهاتون اصلا ریزش نداشت؟ نه خیر، قبلا که اصلا ریزش نداشتم، تازگی ها شروع شده ریزشمون. خب. موهام برام خیلی مهمه. خیلی براتون مهمه؟ برد. چطور؟ آبجیمون تهرون با دختر همسایه خلاصه جور شدن، اینا صحبت کردن، سورستاتش میخوایم بکنیم. آه، یعنی میخواین ازدواج کنیم؟ بله دیگه، دختر همسایه است دیگه، شنیدین آهنگو که دختر همسایه شب های تابستون؟ بله، بله شنیدم. فقط ببینین، بله. شما ایشونو آشنایی دارین؟ چون خیلی از اینجا میرن برای ازدواج، بله. ایران بعد آشنایی ندارن و متاسفانه بعد به طلاق میکشه. شما تا چقدر این خانومو میشناسین؟ بچه بودیم بازی میکنیم با هم دیگه، دختر همسایه بود دیگه. خب خانم... بچگی حالا بزرگ شد، بله. اگه اخلاقتون به هم دیگه نخوره میخواین چیکار کنین؟ جورش میکنیم، زور چپونه. بله. اوکی. بله. باشه خانم دکتر، معذرت میخوام تلفن بزنم. الو. کنم. بله. نخیر، نه بازار نوسان داره، امروز نمیفروشم. بله. فردا زنگ بزنی. مرسی، خدافظ. ببخشید خانم دکتر. نه. شما ماشاءالله سرتون شلوغه. بله دیگه، خلاصه اینطوری خانم دکتر. حالا این ریزش مو اینا ده. البته قبل از ریزش مو شروع کنیم، اینجام کلنگی خانم دکتر. نمیخواین جای پاساژ چیزی درست کنیم؟ پاساژ؟ بله دیگه. دیگه دکتر که توش پول نیست خانم دکتر. این کبک هم که نمیذارن آدم کار کنه. بله. یه پاساژ درست می‌کنین، قشنگ همه نوع چیز میز می‌فروشین دیگه. از لوازم ماشین گرفته، لوازم میتونیم ورزشی، کفش ورزشی، لوازم ورزشی، خیلی چیزا میتونی بپوشیم خانم دکتر. نظرتون چیه؟ خب ببینید دیگه، اینجا مطب پزشکی نمیشه با بیزنس آدم یکم افت میشه. افت میکنه. حالا من بیزنس کارت کانستراکشن هم به شما میدم. خب. اگه عقیدتون عوض شد، خواستین اینجا رو بکوبیم، یه پاساژ چیزی در بیاریم، بالاخره با من یه تماسی بگیرید. خیلی ممنون، ماشاءالله شما خیلی بیزنس دارین. دیگه به قول اینجا یه خانم دکتر بعد دایورسفای کرد. بله. آفرین، آفرین. پس خیلی شما ماشاءالله اکتیو هستین. بله، بله. شاید خاطر همین ریزش مو هم زیاد شده. استراب شاید دارین. استراب دارم. آها. خب ببینین، اولا که بله. برای ریزش مو، بله. ما یه سری تست خونی براتون میدیم که شامل از تیروئید، ویتامین B12 و آهن. بله. ولی در کیس شما، در خانواده شما کسی هست که موهاش ریخته، کسی کچل هست؟ همگی کچلن از دم. همگی کچلن. بله. خب بس 99% این مسئله ژنتیکیه. با این حال من براتون تست خونو میدم و بعد اگه تست خون نرمال بود ما بعد براتون یه قرص بدیم. بله. یه قرص هست که برای ریزش مو خیلی هم قرص خوبیه. ما دفعه دیگه که شما رو دیدم بعد از تست خون نگاه میکنیم، اگه نرمال بود ما اینو براتون شروع میکنیم. این قرص پروپیشیاست. بله. اونو میخوایم بدیم؟ بله. بله باشه. میشناسیم؟ آره، من این به پسر خالم یه چند بار خورد اینا، ولی خب یه دفعه همه جاش مودار شد. خب نه، بیشتر رو برای آقایون، برای موهای سره. سره. بله، نگران نباشید. آره، چون نمیخوام همه جا مو در بیاد. نه باشه، با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم. باشه، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. پس من این تست خون رو براتون میدم. تست خون رو باش. خیلی متشکرم. بله. مسئله دیگه چیزی بود میخواستین امروز صحبت کنیم؟ مسئله دیگه که خدمتتون عرض کنم، بله، درباره عموم و اینا خواستم با شما صحبت کنم. عموی شما؟ ببخشین، شما نمیتونین اینجا سیگار بکشین که اینجا مطبه. خب حالا پاس خان اینجا مطبه دیگه آدم. در ضمن خانم دکتر، من میگم برادلی، بچه‌ها نیست اسم شما؟ اسمم براد یا برادلی دیگه. چرا براد پیت دیگه خانم دکتر؟ براد پیت محله. آخه براد پیت بوره چشاش آبیه. خب حالا من براد پیت خیلی مدل ایرانی هم دیگه، اشکالی نداره که. حل خانم دکتر، حل شما اگه دوست دارید. خب بس برادلی اسمش. برادلی.
خب بس میخواید بریم واقعا عوض کنین اسمتون رو؟ نه حالا شما همینطوری خواستیم مثلا اسمتون برادلی. آره برادلی. خب برادلی بله. آیا مسئله دیگه چیزی بود میخواستیم؟ مسئله دیگه بله دایم ببخشید عموم آها. اینا فکر کنم مشکل پروستات داشتن. خب فکر کنم یه سرطانی چیزی هم داشته. بعد دیگه بچه‌ها میگن که برو تو هم چک کن ببین همه چی اوکیه، همه چی صاف و صوفه درسته. آها. که دیگه من به مشکلی بر نخورم دیگه. شما چند سالتونه؟ من نزدیک 45 دارم. 45. بله. بعد به جز عموی شما آیا پدرتون برادرتون کسی در خانواده خود نکرده سرطان پروستات داره؟ و پدرم هم من فکر کنم داشتن. واقعا؟ بله. درمان کردن؟ درمون شد. اوکی. بله. بعد شما این سیگارو چند تا میکشین در روز؟ در ساعت منظورتونه؟ در ساعت؟ چیکار کنیم خانم دکتر؟ بالاخره استرس رو باید یه جوری حل کرد. آخه نه دیگه، ما درمانای دیگه داریم برای استرس شما. این چیه؟ 3-4 تا در ساعت میکشم. در خب از هیچی. بعد از نظر تغذیه یه ریسکی که برای سرطان پروستات هست، غذای چربه. شما آیا غذای چرب میخورین؟ همیشه. اصلا مگه میشه غذای غیر چرب خور؟ یعنی هر روز دارین غذای چرب میخورین؟ بله دیگه، کره رو باید یه جوری انجام بدین، کره مالش میکنین خانم دکتر. همه چیزو کره میریزین؟ همه چیزو کره میریزین. غذا هم همه سرخ شده و روغنی؟ غذا سرخ شده و روغنی، غذا بدون کره اصلا نمیچسبه. خب ببینین این یه ریسکه برای سرطان پروستات. بله. بعد از نظر ادرار آیا شما مسئله دارین؟ آیا شبا تکرر ادرار دارین؟ آره چیزی شما رو اذیت میکنه؟ بله گفتین تکرر. بله. اتفاقا تکرر دارم، تکرر ادرار یعنی. دارم. بله. آها. چند مدته؟ الان نزدیک هم فکرم با ریزش مو شروع شد خانم دکتر. همه با هم؟ همه با هم شروع شد، همین 3-4 ماه پیش بود. شما شبا خیلی چایی، قهوه، چیزی، مشروب؟ بله با قلیون، بالاخره چایی و اینا باید بزنیم دیگه. شبا قلیونه؟ بله. سیگار شبا هم قلیون؟ آره سیگار هم ما بین قلیون سیگار هم میزنیم. بله خب بله. شبا مشروب اینا چیه؟ مشروب بچه‌ها زیاد مشروبی نیستن. آها. آره. چی هست پس؟ مشروب یعنی سیم عرق سگی اینا میارن دیگه. اون براتون مشروب حساب نمیشه؟ نه عرق سگی مشروب نیست خانم دکتر. پس چیه؟ کاکتله. نه شما پس ببینید. بله. چند تا ریسک فاکتور اینجا هست. بله. متاسفانه شما سنتون 45. 45. برای سرطان پروستات ما از 50 شروع میکنیم. ولی چون شما غذای چرب میخورین. بله. البته نژاد سیاپوس ریسکش بیشتره، ولی شما که ایرانی هستین نژاد سفید حساب میشه. خب ما هم میتونیم نژاد سیاپوس ایرانی باشیم، چه اشکالی داره؟ چرا میخواین نژاد سفید پوستم من؟ بله. بله. گفتی سفید پوست خانم دکتر، اتفاقا من یه برونزاژم باز کردم. سالن برونزاژ برزو. بله حتما بیاین اگه تونستیم بیایم، پدیکور، مانیکور، اکریلیک، برونزاج. همه کار انجام میدیم خانم دکتر. آقای برزو برادلی. بله. این برونزاژ برای سرطان پوست بس بده. چرا بده خانم دکتر؟ من هر روز خودم اونجا برونزاژ میکنم. شما هر روز دارین اونجا میرین برونزاژ؟ بالاخره بله دیگه، چرا که نه. خیلی خب حالا راجب این باید یه بار با شما جدی صحبت کنم چون این خیلی خطرناکه. ببخشید خانم دکتر، معذرت میخوام. خیلی لحظه لطفا. الو. بله. دلار 4500 گرونه، برو اینجا دیگه. آره خدافظ. خب اینجوری حرف میزنین استراب زیاد ایجاد میشه دیگه خانم تو. بر همین شما عصبی میشین که همش تلفنی. مردم اگه گذاشتن ما یه نفس راحت بکشیم. ایران چند مدت میرین؟ ایران هر سال میریم دیگه، بالاخره دختر همسایه رو ببینیم. نه خب یعنی الان برای عروسی میخوایم بریم، چند مدت میخوایم بریم برای عروسی؟ فکر کنم 2-3 ماه برم. 2-3 ماه بریم. بله. این بیزنس ها رو کی میخواد تکیه گذار میکنن؟ بچه ها هستن. آها اطمینان دارم. بله اطمینان دارم. خیلی خوب. برگردیم به مسئله پروستات شما. بفرمایید. چون این ریسکا هست. بله. من باید براتون یه تست خون پروستات تو این تستی که برای ریزش مو هست اضافه کنم. خب. و متاسفانه باید یه معاینه دستی هم انجام بشه، چون برای سرطان پروستات فقط تست خون کافی نیست. یه معاینه دستی هم براتون الان انجام میدم، شما بفرمایید رو. معاینه دستی چیه خانم دکتر؟ خب شما میان اینجا رو میز معاینه. بله. و بعد من با دستکش و وازلین براتون معاینه پروستات میکنم. بله من این عموم پروستات نداشت، من اشتباه گفتم. پدرم هم فکر کنم قلبشون خورده. نه دیگه. پروستات نبود خانم دکتر. ببخشید معذرت. یه لحظه خانم دکتر تلفن دارم میزنم. یه لحظه. ببخشید معذرت. الو. بله. سوخت. پاساژ سوخت. الان میام. خانم دکتر پاساژ سوخت. اگه میترسین ما برای کسایی که حساسن. بله بله. ما روغن زیتون ارگانیک از ایتالیا دارم، به جای وازلین میتونیم اون رو استفاده کنیم اگه میترسین. خانم دکتر روغن جدی میگم. روغن ارگانیک رو من فقط رستوران ایتالیایی میخورم. حالم نداره برای پیتزا پپرونی میریزم فقط.
بازو دارین سخت بگیره. همه مردا بالاخره یه سنی باید این تست پروستاتو انجام بدن. خانم دکتر من از سلامتیتون فکر کنین عزیز من. من از لازم روی الان آمادگی ندارم برم رو میز تست. شما بیاین. من شما بیاین. نه جدی. پاساژ من سوخته خانم دکتر. من پاساژم تو اندیجی پاساژ. یه لحظه خانم بوده. الان میام سوخ، الان میام. ببخشید خانم دکتر. الان سوخ من برم. میام من هم ماه دیگه میام حتما این وازلین زیتون رو انجام میدیم ببینیم چی شده. خانم دکتر خداحافظ شما. نه دست شما درد نکنه. من برم دستکش بیارم. دستکش شما اشته. من میدونم شما نمیای دیگه. خداحافظ خانم دکتر. نه به خدا. خداحافظ شما. نه بچه ها چی بگم؟ سر رو بلند کنم آقای برزو، آقای بدلی برگردین، چیزی نیست که زیتون بزنم من خودم بگم بچه ها چی بگم؟ حرف در میادم.